الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث دیروز ما به اینجا رسید که ما گفتیم پنج مرحله داریم برای خودسازی. چهار مرحله رو دیروز گفتیم، عرفان فردی بود که همه اولش میم داشت، آخرش هم ه داشت. اولیش چی بود؟ مشارطه. دومیش چی بود؟ مراقبه. سومی محاسبه. چهارمی معاتبه. خیلی ممنون که خوب دوستان یادشون هست و خوبم حفظ کردن. انشالله در عمل هم ما بتونیم اینها رو در خودمون ایجاد کنیم. امروز ما اون پنج مرحله رو فقط خدمتتون می‌نویسیم، بقیه‌اش رو اگر این پاورپوینت آماده شد از روی سیستم خدمتتون نشون میدیم. پنج مرحله ما داریم درباره خودسازی. اول بررسی وضع موجود. ما اول خودمون رو برداریم بررسی کنیم، من چقدر گناه میکنم، چقدر ثواب میکنم، چقدر بدی دارم، چقدر خوبی دارم، چقدر قدرت تسلط بر نفس دارم، چقدر شلم، چقدر محکمم، چقدر معلومات دارم، چقدر از معلومات بدم میاد، چقدر نیروهای معنوی دارم زیاده، نیروهای ضد معنوی دارم زیاده. این بررسی وضع موجود. مرحله دوم کم کردن تدریجی بدی ها. اگر من مثلا روزی 20 تا دروغ میگم، اینو باید کم کم کمش کنم تا برسونم به صفر. مرحله سوم جایگزینی خوبی ها به جای بدی ها. هرچی رو که من کم میکنم از بدی ها، باید جاش یه خوبی اضافه کنم. خیلی وقتا هست به ماها میگن نرو، نخور، نکن، نشنو، نبین. نمیگن خب حالا چیکار بکن. ما یه وقتی قلبمون ناراحتی پیدا کرد رفتیم دکتر، گفت تخم مرغ نخور، نون گندم نخور، گوشت قرمز نخور، کره نخور، مربا نخور، نمیدونم دیگه برنج نخور، روغن نباتی نخور. گفتم آی دکتر بگو برو بمیر، برای که ما غیر از این روغن و چه میدونم برنج و تخم مرغ و گوشت و اینا مگه آدم چی میخوره دیگه؟ گفت به جاش گوشت سفید بخور، گوشت مرغ، گوشت ماهی، گوشت میگو، روغن اعلا اگر گیرد اومد، روغن چی میگن بهش؟ حیوانی. اینو بخور، سبزیجات بخور، میوه‌جات بخور، حبوبات بخور. بعد تخم مرغ هم اگه میخوری زردش رو نخور، سفیدش رو بخور. یک زرده تخم مرغ برابر با 10 قالب کره چربی داره. گفت من که میگم اینا رو نخور، اونا رو بخور، جایگزین کن. ما معمولا به جوانا میگیم نکن، نشنو، نخور، نرو، نبین، همش نه نه نه. خب بعدش هم برو بمیر، یکی نمیشه کار که. اگر گفتم موسیقی مبتذل گوش نکن، صداهای خوب فراوون، نوارهای خوب فراوون، اونا رو گوش کن. اگر گفتم از خواننده های غربی، از خواننده های خودفروخته، از خواننده های بی ایمان استفاده نکن، ما کلی خواننده های مؤمن و مسلمون داریم، هم در مدایح میخونن، هم در مصائب میخونن، هم مصیبت هم مداحی، و از اینا استفاده بکن. اگر میگیم که فلان جا نرو، خب فلان جا برو، فلان کتابو نخون، فلان کتابو بخون، فلان فیلمو نبین، فلان فیلمو ببین. ما همیشه بیشتر به همون نکردن و نشنیدن و نخوردن و به ندهنمون بیشتر باز میشه تا به این که بله هم باشه. خب یه جوان چیکار کنه؟ بگه من نمیتونم هیچ کار بکنم. یه بنده خدای رفته بود منبر، 10 شب منبر میرفت،
یه شب گفت خدا دیده نمیشه، یه شب گفت خدا جسم نیست، یه شب گفت خدا زاده نشده، یه شب گفت خدا کسی رو نزایده، یه شب گفت خدا طول و عرض و ارتفاع نداره. یکی از این آدمای عوام بلند شد گفت خودت راحت کن بگو خدا نیست دیگه، هیچ چیزی قدر این بر بر میکنی، خلاصه که زن نداره، شوهر نداره، غذا نمیخوره، لباس نمیپوشه، احتیاج نداره، زاده نشده، نزایده، خب بس بگو نیست دیگه راحت. نه اینجور نیست که نیست، چرا؟ خدا هست، هزار و یک صفت مثبت خدا داره و ما صفات وجودی و صفات سلبی همه رو به هم سلبی، نه جسم نه دیده میشه نه فلان، پس هیچی دیگه، نه اینجوری نیست. مرحله چهارم حذف کامل بدی ها. و مرحله پنجم تحکیم و تثبیت خوبی ها. بعضیا معتادن، میرن بیمارستان درمان میشن، بعد از مدتی که درمان شده دیگه میچه اعتیاد نداره، همین که از یک کوچه رد میشه بوی تریاک به مشامش میخوره برمیگرده میره اونجا شروع میکنه به کشیدن. اینو ما باید جوری محکمش کنیم که دیگه بر نگرده. دزد طرف انداختن زندان، تو زندان کلی برای سخنرانی کردن، درس گذاشتن، توبهش دادن که دیگه کار کار خلاف و ناشایست نکنه. از زندان طرف آزاد شده بود، رفته بود خونه، همین تو راهی که میخواست بره خونه یک چرخ خیاطی دزدی کرده بود، یه موتور هم دزدیده بود، این موتور چرخ رو گذاشته رو موتور، رفته بود طرف خونه، موتور بنزینش تموم شده بود، انداخته بود تو یک چاه، بعد رفته بود یک جیب یکی هم زده بود با اون چرخ خیاطی که رو دوشش گذاشته بود، رفته بود خونه. خب این زندان چه فایده داشته برای این؟ از دزدی توبه کرده، هم از همین زندان که آزاد شده تا خونش رفته دو تا سه تا کار خلاف مرتکب شده. این تثبیت خیلی مهمه که ما کاری بکنیم که محکم کاری بشه و دیگه اون حالت قبلی بر نگرده. خب حالا اگه زحمت نباشه این تابلو رو یک کمی بهتر بذارن که جلو دید دوستان رو نگیره و ما بتونیم از روی سیستم خدمت شما این مطالب رو ارائه بدیم. بله خوبه، خوبه. خب بحث ما در مورد خودسازی بود، ما چطور خودمون رو بسازیم. این مراحل رو اگر ما در زندگیمون داشته باشیم خیلی مفید و مؤثر واقع خواهد شد. بعدیش بیاد ای خدای من صفحه بعدی پاورپوینت. بله بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه بعدی تغییرات پنجگانه در خودسازی. تقدیم به معتکفین محترم مرکز اسلامی امام علی علیه السلام سوئد استکهلم، فروردین 97 رجب 1439. بله بعدی این تغییرات همونطوری که ما رو تابلو نوشتیم به ترتیب میاد خدمتتون. اولش بررسی وضعیت موجود، باز اینا رو توضیحشو میدیم، کم کردن تدریجی بدی ها، جایگزین کردن تدریجی خوبی ها، حذف کامل بدی ها، تثبیت و تحکیم خوبی ها. این مراحل پنجگانه است. حالا هر کدوم توضیحاتی داره که توضیحاتشو میدیم. بررسی وضعیت موجود، یک میزان بدی ها و دو میزان خوبی ها. اینا رو ما باید در وجودمون بررسی کنیم و قرآن میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم خودش به خودش آگاهتر و بیناتره هر چند عذر بتراشه. ما یه وقتی وارد کلاس نرنید بالاتر دیگه، همون سب کنید. ما یه وقتی سر کلاس وارد میشدیم به بچه ها میگفتیم تو مشقاتو ننوشتی، تو هم ننوشتی، تو هم ننوشتی، میگفت به خدا نوشتیم. گفتم بیار. گفت آقا جا خونه جا مونده. گفتم برو بردار بیار. گفت نمیشه ببخشید. گفتم خب ننوشتی بگو ننوشتم، چرا دو تا دروغ دیگه میگی؟ ما خودمون به خودمون واردتریم، میدونیم که مشقامونو ننوشتیم، ننوشتی نه دروغ بگو بگو نوشتم خونه جا مونده.
میگه برو خونه بردار بیار. میگه خونه مامانم رفته مهمونی نیستن خونه. خب کلید مگه نداری؟ نه من کلید ندارم. خب زنگ میزنی مامانت بیاد درو باز کنه. میگه موبایل مامانم دست بابامه مثلا. یک برای یک دروغ رو میخواد درست کنه 60 تا دروغ دیگه هی مجبور ردیف کنه، آخرم جور در نمیاد. قدرت بر مبارزه با بدی ها. من ببینم اصلا در وجود خودم قدرت دارم با بدی مبارزه کنم یا نه. این اعتکاف یکی از اولین تمریناشه که شما نشون دادین که میتونین. میتونیم 3 شبانه روز دور از همه ارتباطات، دور از همه علاقه ها با خدا خلوت کنیم، با خدا راز و نیاز کنیم، روزه بگیریم، عبادت کنیم، قرآن بخونیم و با دوستان با ایمان صحبت‌های خدایی بکنیم، چرند پرند نگیم. این پس من قدرت دارم با بدی‌ها مبارزه کنم. و شما میتونید یکی از اون بدی‌هایی که در وجودتون اگر باشه اون رو در نظر بگیرین، با اون مبارزه کنین تا اون رو از بین ببرین. علی علیه السلام فرمود من شیطانم را به دست خودم کشتم. شیطانم را به دست خودم کشتم، یعنی دیگه شیطان نیست در وجود علی بتونه بخواد یا وسوسه فی صدور الناس. اصلا نیست دور بر علی، در وجود علی، در چند کیلومتری علی هم نمیتونه نزدیک بشه. یه بند خدای از اینا که جن میگیرن و اینا خیلی هم تو کارش وارد بود به من گفتش که من ارتباط با جن و این حرفا دارم. گفتم من میرم تو پارک کنار خونمون، به یک جن بگو بیا در گوش من بگه سلام در همین حد. گفت یک کسی رو من میگم داد بزن بگو مثلا یا جلغوش. من گفتم یا جلغوش فلان یا نمیدونم کیانوش یا فلان از این حرفا. هیچ کس نیامد. زنگ زد گفت چی شد؟ گفتم هیچ کی نیامد. گفت فردا صبح جواب تو میدم. فردا صبح زنگ زد گفت دیشب اینا آمدن تو خواب من به من گفتن شکار این طرف امری محال است، حصارن در حصارن در حصار است، ما از 1 کیلومتری نمیتونیم به این نزدیک بشیم. این یک حصار بتونی آهنی چه میدونم خلاصه محکم دوربرشه که بیا میخوریم به اون حصار، به اون دیوار میخوریم، نمیتونیم به این نزدیک بشیم. گفتم من عشق مولایم علی در وجودمه، من هیچ نه جادوگرم نه ساحرم نه با جن ارتباط دارم نه با ملک ارتباط دارم، فقط با خدا ارتباط دارم و ائمه اطهار، و خود همین باعث میشه که در وجودم نیروی باشه که هیچ جنی جرأت نکنه به من نزدیک بشه، چون من خیلی معتقدم که عشق مولا علی بر همه نیروهای شیطانی تسلط پیدا میکنه و همه اینها رو محکوم میکنه و شکست میده. و اگر هرچی در وجود من عشق علی بیشتر باشه، من قدرت معنویم زیادتر میشه و شیطان قدرتش ضعیفتر میشه. حالا همینجا برای که باز یک نواخ حرف نزنیم، یه بند خدایی نماز نمیخون. یا آقای روحانی رسید بهش گفت تو چرا نماز نمیخونی؟ گفت قربانت گردم نماز برا ما آمد نامد داره. گفت آمد نامد دیگه چیه؟ گفت ما هر وقت نماز خونیم یه خر ما مرده. گفت مرد حسابی نماز چه ربطی به خر داره؟ تو نماز تو برای خدا بخون. گم میگی نه ببین وضو گرفت نماز ظهر خون یکی از خراش ار 3 تا جفتک زد مرد. آقا خرم مرد، بدبخت شدم، بیچاره شدم. گفت نگران نباش، این پولش برو یه خر آکبند و خلاصه مدل امسال بگیر بذار سر جاش. نماز عصر خون یه خر دیگهش مرد. آقا خرم مرد، بیچاره شدم، بدبخت شدم. گفت این پولش برو یه خر مدل 1900 چند 2018 چنده بذار جاش. این نماز مغرب رو خوند خره نمرد. گفت آقا خوشخبری خوشخبری، خره ما نمرده. گفت شیطون راه نفوذ تو رو پیدا کرده بود، میدونست تو به خرت علاقه داری و هر وقت که نماز بخونی خرت بمیره دیگه نماز نمیخونی، خدا رو فراموش میکنی به خاطر خر. حالا که هرچی خر مرد دید تو خدا رو فراموش نکردی، اینجا شیطون سرش به سنگ خورد، اینجا شیطون محکوم شد، شیطون اینجا مغلوب شد و تو برنده شدی، شیطون بازنده شد. اینی که ما اگر بدونیم شیطون قلق ما رو پیدا کرده بزنیم تو سرش، قلقش رو برعکسش کنیم و اون رو چیزی که میخواد در ما نفوذ کنه اون نفوذ رو ازش بگیریم، نگذاریم از اون راه نفوذ کنه. یه نفر هست راه نفوذش یک زنه، یک مرده، راه نفوذش پوله،
راه نفوذش یک میز اداره است، راه نفوذش یک درجه نظامیه، راه نفوذش یک مقام اداریه. آقا مثلا معاون مدیر کل حالا بشه مدیر کل، برای همین کار حاضر 100 تا دروغ و تعظیم و الو بله انجام بده. یه وقتی یک آقای اومد توی دفتر کار ما در قم، گفت تعاونی ها الان بلند شروع کرد برای تعاونی ها بعد و بیرا گفتن. گفتم من سر در نمیارم تو چی میگی، رئیس کل این تعاونی ها که میگی کیه؟ گفت وزیر بازرگانی. من گوشی رو برداشتم زنگ زدم دفتر وزیر بازرگانی، گفتم دفتر آقای وزیر. گفت بفرمایید. گفتم من فلانی هستم. گفت کدوم راستگو؟ همون راستگو تلویزیون. گفتم آره. گفت گوشی خدمتتون. خود وزیر گوشی رو برداشت گفت سلام علیکم آقای راستگو ارادتمندیم، حال شما چطوره؟ گفتم الحمدلله. یه آقای اینجا آمده راجع به تاوانی ها حرف میزنه. این گوشی دادم به این، گفت کیه؟ گفتم وزیره. گفت خود وزیره؟ گفتم آره وزیره. مگه وزیر کیه؟ مثل تو یک آدم دیگه. این بنده خدا گوشی دست میگفت قربان تعظیم عرض کردم، قربان ارادت عرض کردم، قربان من ارادتمندم، قربان. گفتم بابا تو حرف رو بزن، چه اقدر رکوع سجود میری برای یک آدم مثل خودت؟ خب من اصلا به این مقامات توجه ندارم، او آقا میاد به من اظهار ارادت میکنه، تو هی خم میشی راست میشی، برای خدا خم راست بشون، نه برای وزیر. اصلا تعجب کرده بود که چطور وزیر با تو ارتباط برقرار کرد. برای اومدن همینجا به ما گفتن که فقط خودتون میتونی بیانی، پسرتون نمیتونه بیاد، باید همه مخارج خودتون بدین. گفتم این پسرمون این پاورپوینت ها رو درست میکنه، همین که شما دارن میبینین، ایشون تا چند لحظه پیش در حال تنظیم این پاورپوینت بود، این دستیار ماست، کمک ماست. گفتن نمیشه. ما یک اسمس زدیم به وزیر ارشاد آقای سید عباس سالی، گفتم سید عباس سلام حالت خوبه، ما میخوام با بچه‌مون بریم، اینا مزاحمت میشن. به من پیام داد گفت حل شد قضیه، نگران نباشید. یک کلام، وقتی که آدم با خدا باشه همه عوامل هستی با او هستن، وقتی با خدا نباشه او هی میدوه دنبال کوچکترین عامل، اونم از دستش در میرن، هی براش مانع تراشی میکنن. خب قدرت بر مبارزه با بدی ها، من این قدرت رو خودم باید در وجود خودم بسنجم و ببینم که چجوری میتونم این کار رو بکنم. مثل روزه کله گنجشکی بچه ها نباشه. بچه ها روزه که میگیرم، من خودم بچه بودم روزه میگرفتم ساعت 9 یا 10 تشنه میشدم، گفتم مادر من تشنم شده، میگو برو یواشکی آب بخور. گفتم روزم باطل میشه؟ گفت آب نمک نداره که، برو بخور روزت باطل نمیشه. ما میخوردیم، بعد نزدیک ظهر گفتم مادر من گرسنمه. گفت تخم مرغ درست کردم تو آشپزخونه، خواهر برادران نبینن، برو بخور و دهنتم بعد پاک کن که متوجه نباشن، عیب نداره. دم غروبم که میشد ما تشنه تر و گشنه تر از بقیه، ای وای مردم، این روزه امروز چقدر در ما اثر کرد. خلاصه ما روزمون از همه بیشتر ضعفمون گرفته بود، بیشتر از همه میخواستیم افطاری بخوریم. خلاصه روزه کله گنجشکی با خدا نمیشه گرفت. اون بچه‌ای که به سن تکلیف نرسیده اشکال نداره، ولی کسی که به سن تکلیف رسیده با خدا نمیتونه بگه حالا این که نمک نداره عیب نداره، اینم انجام میدیم عیب نداره، اونم انجام میدیم عیب نداره، نه عیبم داره. قدرت بر مبارزه با بدیها، اراده و همت. خب من قدرت دارم، اما این قدرت رو به کار نمیگیرم، میرم زیر لحاف خورخور میکنم. این قدرت به درد خودت میخوره یا به درد اون بنده خدا؟ میگه به درد عمت میخوره. قدرتی به درد میخوره که این قدرت در میدان عمل بیاد تو کار، بیاد در موقع عمل کردن و انجام دادن نشون بده که من این اراده و همت رو دارم. و بعدی تداوم اراده و همت. یه دفعه آدم یه کار خوبی میکنه دیگه خیلی راحت احساس غرور میکنه. اگر همیشه این کارو کردی، کاری کردی. تداوم مهمه. حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرد، سال اول، سال دوم، سال دهم، سال صدم، سال دویستم، هیچ کدوم از میدون در نرفت، وسط کار ول نکرد. تداومش تا 950 سال، ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم. 9.5 قرن خیلی مهمه. الان مثلا 1000 و چنده، الان مثلا 2018، شما اینو منهای 900 سال بکنین،
میشه 1018 100 سال 1928 950 سال خلاصه آقا اینقدر ماشین حساب هست دیگه بنویسن 2018 منو 950 این کار نداری چند میشه؟ 1068 حضرت نو مبعوث شده باشه تا امسال هی مردم رو دعوت کنه و از کار خسته نشه این تداوم مهمه ولا ما یک کاری که بکنیم خیلی زود خسته میشیم یه فیلمی بود در ایران نشون میداد یارو معتاد بود از اعتیاد اینو ترکش داده بودن بعد پسرش میگه بابا دکتر گفته بود هر روز ورزش کنی میگه 1 2 3 4 این دفعه اول میگم 1 2 وای وای شه اخش 4 خسته شدم همون دفعه اولش 1 2 3 4 خسته شدم ما مریض تصادف شدیدی کردیم ما رو بردن بیمارستان به پسرم گفتم اون تخت رو به این بر بکن که من رو به قبله باشم اون سنگم بیار رو سینم نذار سینم مویه کرده و 4 تا دندمون مویه کرده و سینمون نمیتونستیم سنگین روش نباید بشه گفتم این سنگ و این بالای سینه بگیر با فاصله من تیمم کنم یکی از این معتادا همون تو بخش ما بود گفت حاجی جون من یه آدم مریضم نماز داره یه آدم مریضم نماز داره گفتم تو نماز نمیخونی چرا به کسی دیگه کار داری که نماز نخونه و ما بر همون حالت مریضی و حالت خیلی درب و داغون خلاصه نماز مغرب شامون رو تو جایی که یادمون بود خوندیم حالا پسرمون بعدها تعریف کرد گفت تو وسطش یک دوباره بیهوش شدی باز بهوش اومدی بقیهش رو خوندی خلاص من دیگه به ما نگفتش که بیهوش شدیم و چون خیلی مریضی سخت بود اون فشارها زیاد بود و تورم مغزی هم پیدا کرده بودیم یک پامون هم شکسته بود یک دستمون هم شکسته بود 4 تا دندمون هم مویه کرده بود آره نه اون که دور یک میدون بودیم بنده خدا راننده از بیرون یکی اومد زد بهمون بگذاریم مجازات درونی برای تخلفات یا کمکاری ها این دیگه خیلی مهمه اگه کسی خودش برای خودش مجازات بگذاره این خیلی آدم محکم و حسابیه یه وقت شما یک مؤسسه رفتین یا پادگان سربازی رفته خب هر کس تو مراسم شرکت نکنه اضافه خدمت بهش میدن یا سینه خیز میدن یا کلاغ پر میدن از این کارهایی که تو پادگان ها میکنن ولی خود آدم به خودش بخواد مجازات بده خیلی مهمه اینقدر به خودش ایمان داره که بتونه این کار رو انجام بده اگه این نفسش سرکشی کرد و گوش نکرد تنبیهش کنه بگه 3 روز باید روزه بگیری یا مثلا 12,000 تا صلوات بفرستی یا 5 دور قرآن بخونی یا مثلا هر روزی 1,000 دفعه استغفار کنی و الی آخر این مجازاتی که خودش برای خودش برقرار میکنه این مجازات خیلی محکمش میکنه اون رو که دیگه از این خلاف ها مرتکب نشه اگرم دید الحمدلله خوبه سپاس از خداوند برای قدرت و تسلط بر نفس خب من الان باید مرحله اول خودم رو بسنجم ببینم کیم چیم چه کارم حالا که فهمیدم کیم چیم چه کارم 200 تا کار خوب دارم 20 تا کار بد دارم مرحله دوم بله کم کردن تدریجی بدی ها یک رعایت فاصله لازم برای حذف تدریجی بدی ها فاصله لازم خیلی مهمه یه نفر مثلا فرض کن سیگار میکشه این روزی 20 تا سیگار میکشه 20 تا دونه این روز اول بخواد هر 20 تا رو یک جا ترک کنه برای روزهای بعد ممکنه فشار زیادی روش بیاد حتی ممکنه برای بدنش هم ضرر داشته باشه شما روز اول یه دونه کم کن روز دوم هم یه دونه کم کن روز سوم 2 تا کم کن روز چهارم هم 2 تا کم کن روز پنجم هم 2 تا کم کن روز ششم 3 تا کم کن اینجوری فاصله رو رعایت کنی فشار رود نمیاد دروغ میگه این دروغ رو یکیشو کم کن
فردا هم یکیشو کم کن، روز سومم دو تاشو کم کن. خواستی دروغ بگی اونجا دیگه نگو، این جلو خودت بگیر نگه دار، با اراده خودت برو جلو و با توکل بر خدا با شیطان مبارزه کن. این کاری است که ما میتونیم آنچه بدی داریم به تدریج اینها رو کم کنیم. رعایت تعداد لازم برای حذف تدریجی بدی ها، اون زمان مثلا امروز، فردا، پس فردا، این تعداد 5 تا دروغ میگفتی یکیشو کم کن، روز بعدم یکیشو کم کن، روز سوم دو تاشو کم کن. یه دفعه امروز اگه رو خودت فشار بیاره 5 تا دروغ رو ترک کنی، فردا 10 تا دروغ میگی، برای که گاهی وقتا از آدم عقده میشه براش و دیگه هی میزنه به اون در. خلاصه بله، ما دروغ مصلحتی نداریم هاش خانم، یا دروغ حرام داریم یا واجب. دروغ کلن حرامه الا دو جا، یه جا برای اصلاح بین دو نفر مسلمون، یه جا برای حفظ خون یک مسلمون. توی فلسطین اسرائیلی داره دنبال یک مسلمون میدوه که بکشش، منم اونجا هستم دارم میبینم، مسلمون از این در رفت. اسرائیل میگه تو اینه دیدی؟ میگم آره. از کجا رفت؟ میگم از اون در رفت. این تا بره اون در رو بره تای کوچه بنبست و برگرده، این طرف فرار کرده، جونش محفوظه. این دروغ واجب من بگم، مصلحت تو کار نیست. یکی هم زن و شوهر با هم قهرن، برادر خانم یا برادر آقا یا قوم خویششون یا همسایه‌شون با هر دوتا آشناست، میره به او طرف میگه فلانی خیلی دلش میخواد باید آشتی کنه، تو فقط این دفعه دیدی یک سلام بهش بکن. گفته اگه یک سلام به من بکنه من باش آشتی میکنم. باز میره به اون میگه فلانی اگر سلام بهت کرد بدون که دیگه او برگشته و میخواد آشتی کنه. تو هم با لبخند جواب شده بده بگو علیکم السلام، یک دروغ از این به او میگه، یک دروغ از او به این میگه و کار درست میشه. اینا به هم میرسن. حالا کاند این بعدن اگه همدیگر بینم میگه تو چطور شد که لبخند زدی؟ میگه من اصلا نمیخواستم لبخند بزنم، فلانی گفت تو دوست داشتی، فلانی غلط کرد، بی خود کرد، من اصلا هم دوست نداشتم. میگفت یک زن و شوهری با هم قهر بودن، یه نفر گفت امروز که میری دست گل ببر بره خانومت، با لبخند بهش سلام کن و آشتی کن. گفت باشه. رفت و گل رو برد و گفت سلام به خانوم عزیزم. گفت سلام به شوهر محبوبم، خدمت شما تقدیم میشه. گفت چی شده؟ عشقت گل کرده؟ گفت فلانی بهم گفته دست گل ببر. گفت فلانی غلط کرده، فلانی بی خود کرده، تو از خودت اینقدر انسانیت نداشتی که بخوای با من آشتی کنی، فلانی باید بیاد میگه آشتی کن. گلو پد کرد طرفش، دوباره دعوا شروع شد. آره، اینجا شیطان میخواد یوقع بینکم العداوه والبغضاء، میخواد بین شما دشمنی و بغض ایجاد کنه. این کار رو ما باید با مهربانی، با لبخند، با گذشت دیگه نرین بپرسین چی شد که رفتی گل خریدی. خدا خیرش بده گل خرید، دستش درد نکنه. تو چرا میری هی سینجیم میکنی؟ چرا میری هی سال جواب چه میدونم خلاصه بازجوییش میکنی طرف رو؟ گفت گل خرید دست درد نکنه، لبخند زد خیلی ممنون، تو هم لبخند بزن، خندید تام جواب شو با خنده بده، زندگی میشه صلح و صفا. دیگه نرو دنبالش که چی شده امروز تو اینجوری کردی، تا دیروز که تو برج زهر مار بودی، امروز اومدی بره ما شدی یک محبوب و شیرین، حتما یک کاسه زیر نم کاسه از یک کلکی تو کارته، باز میخوای از من مثلا فلان چیز رو بگیری یا فلان کار رو بکنی و الی آخر. گاهی وقتا خانوما میرن پیش آقایشون، همشون، بعضی خانوما با یه حالت مهربونی میگه حاجی آقا سلام، میگه با چه مرگته، چی میخوای که اینجوری امروز مهربون اومدی جلو؟ یا آقا همینجور مستنگاهی میره با مهربونی که خانم جان، میگه کوفت خانم جان، میدونم امروز چه مرگته خلاصه و الی آخر. من عذر میخوام، حرفای بیادبی نمیخوام بزنم، اینا دیگه متداولیست که خیلی وقتا از تو خانواده ها وجود داره، اگه بدترش نباشه تا این حدش رو من اطلاع دارم تو بعضی خانواده ها وجود داره. بله، کم کردن مرحله ای برای نفسانیات. ببینید اینجا ما دو تا کار ناشایست داریم، یکیش کار فیزیکی و مادیه، یکیش کار معنوی و نفسانیه. کار فیزیکی و مادی مثلا فوش میده طرف یا کتک میزنه، خب هر روزی دو دفعه کتک میزنی، امروز یه دفعه کتک بزن، یک کتک رو کم کن. یا دو دفعه رو بچه ها داد میزدی، یه دفعه داد بزن، عصبانیت تو کم کن. یه وقت تو نفسانیاته،
من تو دلم میگم از فلانی بدم میاد، الهی خدا بکشش، الهی ور بیفته، الهی به قول یکی ما تو تخته قصالخانه ببینمش و الی آخر. خب این رو باید از درون خودت هم کم کنی، یعنی اون ریشه های بدی هایی که در درون ما هست این رو هم یواش یواش، این رو دیگه هیچ که نمیفهمه، اون کتک زدن یا فوش دادن یا کار ناشایسته بیرونی کردن همه میبینن میفهمن، اینو هیچ که نمیدونه، فقط خودت میدونی و خدای خودت. چه بهتر که اینجا مخفیانه و محرمانه بودن بین خود و خدا رو حفظ کنی و اون نفسانیات منفی رو تبدیل کنی به نفسانیات مثبت. بله، حذف عوامل جانبی محرک. یک سری عوامل بیرونی هستن، جانبی هستن، تحریک میکنن آدم رو. طرف مثلا دیگه میخواد فوش نده، همسایه‌شون همیشه فوش میده، صداشون هم از اون خونه میاد این خونه، سه تا خونه ورتر هم میره، این تا اون فوشار میشنوه باز دوباره چی میشه؟ تازه میشه براش فوش دادن و شروع میکنه اینم به فوش دادن. یا مثلا فلان لباس رو قرار بوده نپوشه، مثلا اون لباس رو نمیپوشه، لباس مبتذلیه، میاد میینه مثلا همسایه روبروشون لباس رو پوشیده، باز این تحریک میشه، میشه عوامل محرک یا تحریک کننده جانبی. درون خودش نیست، درون خودش توبه کرده، از این اومده که این کارو نکنه، ولی اون عوامل بیرونی و جانبی اینا میان در آدم اون تأثیر رو میگذارن. این میشه بررسی وضع موجود، کم کردن و جایگزینی خوبی ها به صورت تدریج جای بدی ها. اولش تنظیم تعلیم از پیامبر و پیامبر اعظم. توی یکی از جنگا اومدن گفتن هوبل رو آوردن جلو، بت هوبل خداشون آوردن تو میدون، چقدر روحیه میگیرن، خدا اومده به همراه ما داره با دشمنا میجنگه، و شروع کردن به شعار دادن، گفتن اعلی هوبل، اعلی هوبل، اعلی هوبل، اعلی هوبل، بلند مرتبه باد هوبل، بلند مرتبه باد هوبل. پیغمبر بلافاصله به اصحاب فرمود شما بگین الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، یعنی همونطور که اونا بر همین وضع گفتن اعلو هبل اعلو هبل، پیغمبر گفت الله اعلا و اجل. از نظر ریتم جنگی تبل ریز و تبل درشت دو تا خاصیت داره، تبل ریز بیشتر مال جنبه های نزدیک و جنبه های مهربانانه است، تبل درشت بیشتر مال جنبه های حماسی و دورتره. اعلو هبل اعلو هبل تبل ریز دی 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 دی، اما اون الله اعلی و عجل دوم 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 دوم، این تبلش درشته و حالت حماسی و کوبندگیش رو دشمن بیشتره. الله اعلی و عجل اعلی بل اعلی. تو یکی از جنگا گفتن نحنو لن العزا لا عزا لکم، نحنو لن العزا لا عزا لکم، ما خدای عزا داریم شما عزا ندارین. پیغمبر بلا فاصله به اصحاب فرمود بگین الله مولانا لا مولا لکم، الله مولانا لا مولا لکم. این جایگزینی اینجوریه، به جای اون شعر چرندی که اونا خوندن و روحیه بت پرستا رو داشتن تقویت میکردن، پیغمبر اینجا چکار کرد؟ جایگزین کرد بر همون وزن یک محتوای سالم رو. قبل از اسلام با حالت لخت می اومدن دور خانه کعبه طواف میکردن، شبا خانوما روزا هم آقایون. پیغمبر اومد خب لخت که بد آدم اینجور مثل حیوانات، یک دونه لنگ ببر به کمرت، یکم بنداز رو دوشت، احرام الان دو تکه تشکیل شده، یکی میبندن به کمرشون، یکی میبندن رو دوششون که حالت حیوانی نباشه لخت مادرزاد. بعد اینا میگن ل ل ل ل ل ل کل میزدن به قول ایرانی ها. شما چی میگین به ل ل ل ل کردن ها؟ ندارین؟ ل ل ل ل ل ل ل ل از این کارا میکردن. چی گفتن؟ ها؟ همینجوری میاد خودش، اسمش هم نمیدونین چیه. آره یه بنده خدا یه چیزی میخواست بگه فراموش کرده بود، گفت بگو، گفت مدنم از بیرون انداختنش عجزم. مدنم ولی از بیرون انداختنش عجزم. بله، اینا میامدن میگن لو 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 دور خانه کعبه برای بطال هل هل هله میکردن. پیغمبر گفت لو 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 یعنی چی؟
بگین لبیک اللهم لبیک، ببین لو 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 همش ل داره، اینم 13 تا ل داره اینجا، یعنی حالت قالب رو پیغمبر حفظ کرد، محتواش رو عوض کرد. این جایگزینی به این میگن. همون کار رو میگه بکنین ولی بدون محتوا نکن. لو 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 یعنی چی؟ حالا توی مشهد به عروسی هم گفتن شولولو شولولولو شولولولو، پدر ما گفت شولولو نیست بابا، بگین شو بهبه شو بهبه. چرا میگن شولولو؟ شو یعنی شوهر. چرا میگین شولولو؟ شو که لولو نیست، شو بهبه خلاصه و الی آخر. میگفتن شولولولولو الی آخر. بله پیغمبر اومد گفت به جای این لولولولو هل هله بین لبیک بگین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ببین چند تا ل داره، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تا اینجا شد 10 تا لام. لا شریک لک لبیک 13 تا لام توش داره. وقتی هم تون تون بگن شبیه همون لولولولو میشه، ولی با محتوای بسیار بالای عرفانی. خدایا آمدم آمدم، خدایا همه نعمت ها مال توست، همه پادشاهی ها مال توست، هیچ شریکی نداری، لبیک آمدم لبیک. ما رفتود اونجا، این عربا بعضی خیلی با شدت اینو میگفتن لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إيرانيان بناظر آدم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مفتهم يك ناظر نوازش ميكوني لبيك رو. آره خلصه الاخر. خدا قسمت کنه انشاءالله همه مشرف بشن به حج خانه خدا با حذف متولیان عوضی که در اونجا وجود داره، و انشاءالله متولیانش بشن کل کشورهای اسلامی. بله حالا اگه دوست داریم ببریم تون توی مسجد شجره، اون بر خانوم ها لبیک میگن، این بر آقایون لبیک میگن، ببینید چجوری میگن. یه آقای صداش یکم بلند کنه، یکم بکنم بدن آقای حسینی، یه خورده صدا بلندتر، یه خورده هم اکو بدن، ببینم صدای خانوما با صدای آقای مشخصه تو اینجا یا نه. یک من خودم هم اکو بلدم. پر پر ور وردگار آرا آرا آرا. یک 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 یک. هی هی هی. درست شد؟ خب اینا رفتین توی مسجد شجره در حال احرام، خانوما و آقایون لبه گفتن. بعد این جایگزینی تعلیم از پیامبر اعظم، اکوش دیگه ببندید. پیامبر اعظم ببین راجع به بت چیکار کرد، راجع به شعر و شعار حماسی جنگی چیکار کرد، راجع به لباس برهنه و لباس پوشیده چیکار کرد. یه مقداری فاصله داره، یک لنگ به کمر، یک لنگ روی دوش، این خیلی کاری نداره. ولی لخت مادرزاد خیلی بد مستعجن، مثل حیوانات میمونه. خانوم هم در شب میامدن این کار میکردن. پیغمبر گفت خانوم ها تو همون لباس خودشون محرم بشن خوبه، یعنی همون لباسی که میپوشن سفید باشه، تمیز باشه، ابریشم خالص نباشه، زینتاشون رو به کسی نشون ندن، تو همون لباس خودشون محرم بشن، همین لبیک رو بگن، میتونن برن خانه خدا رو زیارت کنن. در صورت لزوم بقای قالب‌ها و تغییر محتواها، همین کاری که پیغمبر کردن، قالب رو حفظ میکنن و محتوا رو عوض میکنن. خیلی وقتا هستش که بچه های ما یک سری سرودهایی رو میخونن، ما که آی نخون، آی نکن، آی نشنو، آی فلان نکن، چه عیب داره؟ همون رو آدم بیاد با یک محتوای سالم بخونه. ما یه وقتی بره بچه ها شعر میخوندیم،
از یک تا مثلا ده میگفتیم یک من یک تا خدای دین حق چه با صفای همه از غم رها میشن با خدا آشنا میشن اگه ایمان و عمل داشته باشن اگه ایمان و عمل داشته باشن. یه جا اینو اجرا کردم دیدم دارن میخندن، گفتم چرا دارین میخندی؟ مال زمان شاهه، قبل از انقلاب، 40 سال پیش، بیشتر از 40 سال. خندیدن گفتن این عین همین که شما داری میخونی، فلان خواننده خانم که شعر مبتذل میخونه اونم همینو خونده با همین قیافه. گفتم اون غلط کرده، یه کارو کرده، من اینو از خودم ابداع کردم، او اومده از من تقلید کرده، من از کار خودم دست بر نمیدارم. البته اینجور که من میخونم اون نمیخون، اون یه جور دیگه میخون که مثلا یه میگفت همه از غم رها میشن، اینجوری میخون، یکم بیشتر از این آب و تاب. آره، ما مردانه میخونیم، اونا زنانه میخوندن، خلاصه و الی آخر. من علتی که برنامه رو اینجوری اجرا میکنم چون ایام ولادت مولا علی علیه السلامه و شما هم خلاصه این مسئله اعتکاف براتون ممکنه یه مقداری سنگین باشه، اینا میگم یک لبخندی بر لب مؤمنان و عاشقان علی علیه السلام بنشیند. بخنده انرژیش مصرف میشه، خب زودتر افطار کنه. اوائل کار به نسبت مساوی جایگزین کردن ها. ببینید در حفظ قرآن شما روز اولی که بخوان قرآن حفظ کنید براتون سخته، ممکنه در یک شبانه روز 5 بار 10 بار بخونین 5 خط حفظ کنین، اما همین که افتادین رو خط حفظ قرآن بعدها روز 1 صفحه حفظ میکنین یادتونم نمیره، بعدا روز 1.5 صفحه حفظ میکنین یادتونم نمیره. مغز میتونه خودشو منطبق کنه با اون طرفی که کاری ازش میکشه. الان ورزشکارا در روز گاهی وقتا ممکنه 10 ساعت تمرین ورزش بکنن، اگه من و شما که تمرین ورزشی نداریم 1 ساعتی کار بکنیم باید بریم 2 شبانه روز بخوابیم، ولی اونا براشون عادی میشه. این جایگزینی روزهای اول یکی حذف کنین یکی جاش بذارین، یعنی یک بد و بر دارین یک خوب جاش بذارین، روزهای بعد میتونین یک بد و بر دارین 5 تا خوب جاش بذارین، میتونین در یک روز 5 تا بد رو بر دارین، ولی اولی کارو نکنین، فشار رو خودتون نیارین، تدریج یادتون نره. اواخر کار جایگزین خوبی های بیشتر، بعدن دیگه ما وقتی که نفسمون عادت کرد به پذیرش خوبی ها، به جایی که یک بدی رو برداشتیم یه خوبی بخوام اضافه کنیم، یه بدی برمیداریم 4 تا خوبی اضافه میکنیم، یا 4 تا بدی برمیداریم 5 تا خوبی اضافه میکنیم. اینا دیگه بعدن آروم و تدریج بره این بدن و روح عادت میکنه و میتونه انجام بده. ماه رمضان روزهای اول دوم سومش ممکن آدم سختش باشه که روزه میگیره، ولی روزهای آخر هی میگه ای خدا کاش که رمضان زود تموم نشه، چقدر ماه خوبی بود. وقتی تموم میشه میگه ناراحته چرا رمضان تموم شد، دل میخواست بیشتر باشه. من اول ماه رمضان یک پله رو در نظر میگرفتم میرفتم بالا، میگم چقدر سخته. روزهای آخر ماه رمضان چون سبکتر میشه آدم، یه مقداری چربی ها آب میشه، میرفتیم بالا خیلی تون و مثلا خودم احساس میکردم، کیف میکردم که یه سبک شدم، یه قدر راحت میتونم از پله ها برم بالا. روز اول ماه رمضان به سختی از این پله ها میرفتم بالا، حالا روز مثلا 27 28 به راحتی میرم بالا. اینی که نفس ما و بدن ما هوشمنده، میتونه خودش رو تطبیق بده. بله، بعدی بررسی نهایی خوبی ها و اطمینان از نبود بدی ها. خب من روز اولی که میخواستم این کار رو شروع کنم یادداشت کردم 25 تا بدی داشتم، حالا نگاه میکنم از اون 25 تا 24 تاش از بین رفتن، یه بدی مونده، اون یه بدی رو امروز از بین میبرم، از فردا دیگه هیچی بدی در وجودم نخواهد بود. نگاه میکنم به خودم و میسنجم اینم نه الحمدلله این روش به کار گرفته شد. اینا چیزیست که مرحله است که هر کسی خودش میشه استاد خودش، مثل مسابقه که دیشب گذاشتیم، خودتون به خودتون نمره دادیم، گفت من هیچی نگرفتم، او گفت من 5 گرفتم، او گفت من 10 گرفتم. این وجدان انسان بهترین مربی و بهترین آموزگار خودش هست و میتونه با این وجدان تا آخرین لحظات هم بره.
مرحله بعدی حذف کامل بدی ها. خب ما هر روز یکی دو تا بدیمونو کم کردیم، بالاخره یک روز اینا تموم میشه دیگه. من 5000 تا بدی که نذاشتم که، بالاخره 6 تا 7 تا 10 تا بدی داشتم و توی یک هفته این 7 تا بدی کم 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 شد الحمدلله. بدی های کمی با حذف کامل تعداد، بدی های کیفی با حذف کامل رسوبات گناه. این گناه ما یا بدی ما دو رقمه، بعضیاش عددیه، مثل ما دروغ گفتن، بعضیاش اخلاصه. من نمازمو برای خدا نمیخوندم، برای که فلانی خوشش بیاد میخوندم، این دیگه عددی نیست، این درونیه، این نفسانیه. من نفسم رو باید اینقدر تربیت بکنم که برای غیر خدا هیچ عبادتی رو انجام نده، هیچ کاری نکنه. حتی عرفا دستشوی رفتنشون هم برای خداست. یه بند خدا یک عارفی رو دعوت کرد باغش، بعد این عارف گفت دستشوی کجاست؟ گفت فلان جا. رفت دستشوی، اومد گفت آقا من پدرم تازه فوت کرده، دعا کنین خدا بهش رحمت بده. گفت این دستشویی که من رفتم خیرات برای پدرت. این بند خدا اول جا خورد که یعنی چی دستشویی رفته خیرات برای پدرم، خیلی ناراحت شد. یکی از همراهان اون آقای عارف گفت این آقای عارف هیچ کاری برای غیر خدا نمیکنه، حتی دستشویی رفتنش هم برای خداست که راحت تر بشه، بتونه بهتر عبادت کنه، بتونه بهتر به مسائل معنوی فکر کنه، بتونه بهتر به وظایف دینیش عمل کنه. اگر همین کار رو هم کرد باید خدا رو شکر کنی که این کاری که میکنه همه کاراش ثوابه، حتی دستشویی رفتنش هم ثوابه. و اون رو اگه داد به پدر تو خیلی باید خوشحال بشی، یک ثواب رو به پدر تو داده. تو به اون آنچه توی دستشویی نگاه نکن، تو به اون ثوابی که خدا باید به تو بده به اون نگاه کن و الی آخر. پس ما گناه کمی داریم و کیفی. کمی اونه که به عدد میاد، کیفی اونه که چگونگی یا ظرفیت درونی و بیرونی یا غلیظ و رقیق بودن، خلاصه اینا هستش توش. وقتی شما غذا میخورین، تو غذا اگه آب بخورین میگن برای معده ضرر داره، چون وقتی میخواد اسید درست کنه برای هضم غذا ناچار اسید رو رقیق درست کنه، چون اسید رو باید غلیظتر درست کنه، چون این آب اومده اسید رو رقیق میکنه. من توی قطار بودم با دو تا دکتر متخصص وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، یکیش جوان بود یکیش مسن بود. شب اینا با هم صحبت میکردن، اون استاد مسن گفتش اگه وسط غذا آب بخورین این آب تو معدتون جمع میشه، وقتی معده میخواد غذا رو هضم کنه اسیدی که ترشح میکنه اسید رقیق میشه، غذا خوب هضم نمیشه. فردا صبح ما با هم بودیم دیگه، صبحانه که قطار آورد نون خشک بود با پنیر خشک با چای شیرین. این آقای استاد پیر یک لقمه نون پنیر میخورد، یک قرط هم چای شیرین میخورد، یعنی با هر لقمه‌ای که میخورد اون چای رو هم میخورد. این دکتر جوان گفت جناب استاد دیشب فرمودین آب خوردن وسط غذا معده رو چیکار میکنه؟ گفت مگه این اداره راهن میذاره ما به علممون عمل کنیم؟ بعد گفت معده ما هوشمنده، شما چند دفعه که یک کارو کردین معده خودش رو با اون کار شما جور میکنه، تطبیق میده. یعنی اگه دید شما همیشه توی غذا آب میخورین و باید اون اسید رو غلیظتر ترشح کنه، از اول اسید رو غلیظ ترشح میکنه، نگران نباشین. یعنی خود معده هوشمنده. حالا ما گناهمون هم کمیه و کیفی، اون اسید معده غلیظ داره و رقیق داره. خلاصه گناه هم همین جوره، گناه صغیره داریم کبیره داریم. ولی بعضیا اشتباه میکنن، میگه گناه صغیره بود عیب نداشت، به یک زن نامرم نگاه کردم گناه صغیره، اما کشتن یک آدم گناه کبیره، یا نعوذ بالله مثلا مفاسد جنسی اینا گناهان کبیره، یا شرک گناه کبیره، عاق والدین گناه کبیره. گفت آنچه مخالفت خداست گناه کبیره است، چه کوچیک باشه چه بزرگ. شما همین که حرف خدا رو زیر پا گذاشتی و حرف شیطان رو انتخاب کردی، بزرگترین گناه رو مرتکب شدی. صغیره کبیره هم نداره، صغیره و کبیره در پاداشش. گناه کبیره حتما جهنم پاداشش، گناه صغیره ممکنه مدتی خداوند بر او گرفتاری درست کنه تا اون گناهش بخشیده بشه، حتی به جهنم هم دیگه نره، یا مدت کوتاهی بره جهنم تا اون مجازاتش رو تحمل بکنه، بعد بیاد بره تو بهشت.
و الی آخر. اینم در مورد کمی و کیفی. پیشگیری از برگشت بدیها. همونطور که ما اشاره کردیم به تریاک، یه تریاکی تا بوی تریاک بشنوه زود جذب میشه. شیطان هم این کار کرده که ما به بدیها مایلیم، دلمون میخواد بدیها رو انجام بدیم. اگر انجام ندادیم، اراده و استقامت و ایمانمون رو به خرج دادیم. ما باید سعی کنیم اون بدیهایی که در وجود ما بوده دیگه بر نگرده. حالا مثلا غیبت میکردیم، خب خونه فلانی هر وقت میرفتیم غیبت میکردیم، خونه او دیگه نمیریم، خونه او بریم باز دوباره غیبت میکنیم، میریم خونه فلانی که هر وقت میریم حرف خدا و پیغمبر و ذکر خداست و حرفای خوبه. اینا مواردی که ما باید رعایت کنیم. مراقبت به تقویت خوبی ها. خب ما در خود وجودمون به جای بدی ها خوبی ها رو گذاشتیم، ولی خوبی ها هنوز به اول کارشونه. اینا رو باید تقویت کنیم. تقویت خوبی ها یا به ذکر گفتن، یا به نماز خوندن، یا به دعا کردن، یا به توسل کردن، و اینکه اون بدی ها نیان جای خوبی ها رو دوباره بگیرن. همیشه ما باید این مراقبت بکنیم که این نیروهای بیگانه مثل نفس و شیطان نیان وارد نیروهای خودی بشن مثل تقوا و ایمان. ان الحسنات یذهبن السیئات. خداوند در قرآن میگه که کارهای خوب خود به خود کارهای بد رو از بین میبره. شما این سالن فرض کنین تاریکه، تاریکه، تاریکه. شما یه دونه موبایل چراغ قوهش رو روشن میکنین. این چراغ قوه موبایل نمیتونه همه این سالن رو مثل 50 تا 100 تا لام روشن کنه، اما یه مقداری رو روشن میکنه. به همون نسبتی که این نور ایجاد میشه، به همون اندازه ظلمت و تاریکی رو از بین میبره. یک نور سه تا کار میکنه. کار اول اینه که خودش روشن میشه. نور اول خودش نشون میده. شما اول چیزی که میبینین نور رو میبینین. دوم اینه که این نور چیزهای دیگر رو هم به شما نشون میده. تا اون مقداری که شعاع نور هست شما میبینین اینجا در، اینجا صندلی، اینجا فرش، اینجا پنجره، اینجا تریبون، اینجا محراب، اینجا مهر، اینجا ممکنه مثلا یک چیز خطرناکی باشه. کار سومش اینه که به همون نسبت که نور ایجاد میشه ظلمت رو از بین میبره. خود به خود هر میزان که نور بیشتر باشه ظلمت رو بیشتر از بین میبره. الان این سالن پر نوره، هیچ ظلمتی وجود نداره. شبم که ظلمت وجود داره، ما چراغ روشن میکنیم، هرچی بیشتر چراغ روشن میکنیم بیشتر اینجا رو روشنی میگیره و خود به خود ظلمت بیشتر محو میشه و از بین میره. ما در وجودمون باید نور خدا رو ایجاد کنیم. نور خدا در وجود ما اولا خود وجود خود ما رو نورانی میکنه، ثانیا ما با این نور میتونیم نعمتهای خدا رو ببینیم، سالسن گناه رو به همون نسبت این نور میتونه کم کنه، ظلمت رو کم کنه. این مسئله ان الحسنات یذهبن السیئات. بله. خب مرحله بعدی تثبیت و تحکیم خوبی ها. دوری از تنهایی. یکی از بدترین دشمن های انسان تنهاییه. تو تنهایی فکرش هزار راه میره. تو دستشویی رفته همیتو نشسته داره برای خودش قصه جور میکنه یا چرت میزنه. خب اونجا برو سری کارت انجام بده بیا بیرون. تو حموم رفته دو ساعت تو همون معطل میکنه، دنبال مورچه ها میگرده تو همون کجا میرن و الی آخر. همون میره برای که خودتو تمیز کنی، نمیره اونجا قصه سرایی کنی، نمیره اونجا ذره بین بذاری یکی یکی مورچه ها رو نگاه کنی، میره توی همون برای که خودتو تمیز کنی. وقتی ما تنها باشیم، تنهایی خودش یه مقدار زیادی برای ما توهمات ایجاد میکنه، افکار و فکرهای باطل و علکی ایجاد میکنه. اگر کسی بتونه 5 دقیقه فکرش رو نگه داره که جایی نره، خیلی کار کرده. 5 دقیقه فکرش رو نگه داره جایی نره. اگر کسی 2 دقیقه‌ش هم بتونه کار بکنه خیلی کار کرده. بله؟ شما فکر تو مسلط میشی من جایزه بدم؟ عجب بنده خدا. شما باید به ما جایزه بدین که ما اینو به شما میگیم، شما فکرتون مال خودتون باشه، فکرتون نره جای عوضی. بله. یه خوبی کار خدا اینه که به فکر بد پاداش گناه نمیده.
اگه شما تصمیم گرفتین یک کار خوب انجام بدین، الان میگی تصمیم میگیرم بعد از صحبت فلانی یک صفحه قرآن بخونم، خدا یک ثواب بهت میده. اگر اون یک صفحه قرآن خوندی 9 تا ثواب دیگه میده، میشه 10 تا ثواب. هر یک کار خوب رو خدا 10 برابر بهش پاداش میده. اما اگر تصمیم بد گرفتی، گفتی سخنرانی فلانی تو میشه، میرم میزنم پس کله فلانی، اگر این رو تصمیم گرفتی خدا برات گناه نمینویسه، چون هنوز انجام ندادی. کار خوبم انجام ندادی بود، ولی خدا برات یک ثواب نوشت. حالا که انجام دادی 9 تا دیگه هم اضافه شد. ولی کار بد وقتی اراده بکنی انجام بدی، خدا برات گناه نمینویسه. اگر انجام دادی، ساعت اول این فرشته دستشم میخواد بنویسه، فرشته دست راست رئیس اینم هست میگه ننویس، شاید توبه کنه. ساعت دوم میگه ننویس، شاید برگرده. ساعت سوم میگه ننویس، شاید استغفار کنه. ساعت چهارم میگه ننویس، شاید جبران کنه. ساعت پنجم میگه ننویس، شاید کار خوب بکنه اون از بین ببره. ساعت ششم تا 7 ساعت اگه دید این گناهش رو توبه نکرد، بعد خود همون فرشته دست راست که رئیس دست چپم هست میگه اکتب علی الشقی المحروم، بنویس بر این آدم شقی که خودش از رحمت خدا محروم کرد. اینقدر خدا لطف زیاده. پس یک، اراده میکنی کار خوب انجام بدی، خدا یک ثواب بهت میده. دو، اون کار خوب انجام میدی، خدا 9 تا ثواب دیگه هم بهت میده، میشه 10 تا ثواب. سه، اراده میکنی کار بد انجام بدی، خدا برات گناه نمینویسه. چهار، کار بد رو انجام دادی، زود برات نمینویسن تو نامه عمل حساب بشه. من این حرفا سرم نمیشه، باید بنویسم زود بفرستم بره بالا، باید بفرستم تو کامپیوتر همه جهان ببینن، بفرستم روی اینترنت. نه، خدا مهربونه، خدا عیب پوشه، خدا ستارالعیوبه، اینا رو نمینویسه. نمینویسه 7 ساعت طول میکشه. اینو مرحوم آیت الله مشکینی توی یکی از نماز جمعه هاشون گفتن، 7 ساعت که طول کشید و تو آدم پر رو نرفتی توبه کنی، اون وقت اون فرشته دست راست به فرشته دست چپ میگه اکتب علی الشقی المحروم. خب اینا دیگه بقیهش رو سریع رد میشیم. قرار با افراد صالح مشابه و شرکت در جلسات عمومی صالحان. من خودم تنها اگه باشم فکرم 1000 راه میره، میگم پا میشم قرآن میخونم ولی قرآن نمیخونم. وقتی وارد یه جمع قرآن میشم همه دارن قرآن میخونن، منم نخوامم قرآن بخونم، و قرآن به گوشم میخوره میشنوم، خود شنیدن قرآن هم ثواب داره. پس یادتون باشه از جمع مؤمنان غافل نشین، تشکلهای مؤمنانه داشته باشین، جلسات هفتگی، جلسات ماهانه، جلسات دو هفتگی با مؤمنین و با افراد صالح سر و کار داشته باشین. یه دفعه توی جلسه دیدین دارن چرن میگن غیبت میکنن، اون جلسه نرو، یا اگه قدرت دارید تذکر بدی تذکر بده. مراقبت نهایی برای عدم برگشت بدیها. این مراقبت در چند مرحله، هی ما باید مراقب باشیم بدیها بر نگردن، نه این دوباره خرابکاری کنن، نه این دوباره در ما اون گناه قبلی رو اضافه کنن. و بعدی توکل بر خدا و تشکر از خدا، توکل بر خدا و تشکر از او. اگر دیدین این مراحل الحمدلله ولو 20% انجام دادین، خدا رو شکر کنین. خدا میگه اگه شکر کنین لعزیدن نکن، ما هم زیادتون میکنیم، یعنی اون نعمت رو بر شما بیشتر میکنیم. 20% درست کردی شکر کردی، خدا 30%ش میکنه. 30% درست کردی شکر کردی، خدا 40%ش میکنه. این مسئله ایست که ما باید قدر خدا رو بدونیم و مهربانی خدا رو و رحمت خدا رو. و همین که به شما این توفیق رو خدا داده که بیان 3 روز در پیشگاه او روزه بگیرین و اعتکاف کنین و به یاد خدا باشین شب و روز، یا قرآن بخونین یا نماز یا ذکر یا دعا، خودش بهترین موفقیت و بهترین موقعیته. پروردگارا این عبادات رو از همه این عزیزان به کرمت قبول بفرما، ظهور امام زمان ما را نزدیک بگردان، همه ما را از بهترین یارانش محسوب بفرما. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله. ما انشاءالله امروز یه جلسه هم بعد از ظهر خدمت شما خواهیم داشت، یه جلسه هم شب. شب هم باز مسابقه اجرا میکنیم و معما و چیزهای دیگه، شاید تئاتر هم داشته باشیم. و بعد از ظهر هم انشاءالله بقیه مشکلات و مسائل جوانان رو مطرح میکنیم. ما دوست داریم بعد از ظهر که صحبت میکنیم یه رو به آخرش به سوال و جواب شما باشه.
حتی گاهی وقتا شما بیاین با ما پرخاش کنین، رد کنین حرف ما رو، جر و بحث کنین، من هیچ ناراحت نمیشم و به راحتی حاضرم با این جر و بحثا کنار بیام. خیلی جاها ما برنامه اجرا کردیم و خیلی بدوی رو هم شنیدیم، هیچ هم به دروی خودمون نیاوردیم. اول انقلاب من تو تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه دارم.